همچنان با بحث‌ها و صحبت‌های ورزشکاران پر انرژی بمانید و امیدوار به آینده افغانستان. آقای استاد اکبر حیدری رئیس فدراسیون جیتسوی کابل و استاد سید رحمان رحیمی سرپرست فدراسیون جیتسوی افغانستان در استودیو حضور دارند تا ما و شما را در جریان آخرین دستاوردها و برنامه‌های آیندهشان قرار بدهند. وقت شما بخیر و خوش آمدید. شما شکر. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب ناظر صاحب و تمام هموطنان نهایت عزیز ما که از پرده تلویزیون فردا بیننده هستن. امید است که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشیم. اکبر حیدری هستم، رئیس فدراسیون جیتسوی ولایت کابل، مسئول لابنگلر مجتمع ورزش شما سیگم طلوع پیروزی. خیلی خوش آمدید. خوش باشید. و شما جناب استاد. من استاد سید رحمان رحیمی هستم، سرپرست فدراسیون جیتسوی افغانستان. بسیار جای خوشیم برای ما است که ما به دفعه اول ما است در تلویزیون فردا دیدن میکنم. و این افتخار شما با ما بخشیدیم. تشکر، زنده باشید. شما چند سال میشه ورزش میکنید؟ ما تقریبا در بخش جیجیسو 15 سال میشه که در بخش جیجیسو ما کار میکنم. در بخش های مختلفشان ما فعالیت کردیم، خدمت کردیم. باز ورزش های دیگر هم پیش بردن یا تنها جیجیسو بودن؟ بله، از این پیش ما در فدراسیون های کامپو کار میکردیم. چند سال تقریبا ما در فدراسیون کامپو کار کردیم. بعد از اینکه نظر به مشکلات تا نظر به چی ما بعد تقریبا 15 سال میشه که در فدراسیون جیجیتسو آمدیم. دستاورد ها تنها در مسابقه است که شما برگزار میکنین یا کدام فایده و دستاورد دیگه هم داره ورزش های تنها در مسابقه نیست؟ دستاورد خود دیگه همی فعالیت هایی که است، خدمت به ورزشکار است، آموزش از آموزش است. اینمیم یک دستاورد کلان است که یک شاگرد با یک جای صحیح میرسانیم. با شاگرد سبق قهرمانی کسب کنه، با استاد افتخار میکنه. آفرین. اول کمی شاگرد که یک قهرمانی کنه، چون که همین قهرمان است افغانستان به جهان نشان داده. بله بله بله. این همین دستاورد کلان است. اول دستاورد از تمام افغانستان است. باز هم پدر و مادر است، باز هم استاد است. دقیق. و کسایی که مشوره دادن، تشویق کردن، کاری کردن. مسابقات جدید هم داشتن آقای حیدری صاحب در اواخر در بخش ورزش؟ بله، تشکر جناب ناظر صاحب. در شب عید قربان یک مسابقه بسیار پروفشنال و حرفه‌ای از فدراسیون جیتسو در با هماهنگی سازمان تی اف سی برگزار شد که خوشبختانه مسابقات خیلی عالی بود و بازتاب خیلی خوبی پیدا کرد و توانستیم که چهره های برتر ما در اونجا یک بار دیگر خود را محک بزنه و توانای خود را نشان بده. بسیار خوب. ما از اینجا توانستیم که از بین 100 ورزشکار 35 ورزشکار برتر را انتخاب کنیم که اینا واقعا بعد از تحولات که آمده بود توانست خود را نگاه بکنن، کمربندها را حفظ کردن و مسابقات خوبی داشتن که دستاورده بود که در سال جدید بعد از مسابقات اسپایرینگ قرار بود که در بین ولایت ها و کابل گرفته شده بود، دومین مسابقه بود که در کابل میزبانی شده بودیم و برگزار شده بود. انشالله تمام برنامه هم روند عادی خود گرفته و اساسا در افغانستان همش برگزار میشه. ما در با میمانه قبلی هم که صحبت کردیم که کدام مشکل خاص نیست، این مسابقات برنامه ها جریان داره. بله، برنامه های ورزشی شو الحمدلله مثل قبل به حالت عادی خود برگشته و کم کم پیشرفت خوبن. فدراسیون جیتسو هم در وقتا برنامه های خود دارن که به زودی های زود بخیر نماینده های جدید ولایت انتخاب شوند، بعد نماینده مرکز انتخاب شوند، انتخاب شروع شوند و رئیس عمومی فدراسیون که به مدت یک ماه میشه استاد رحیمی، یک از اساتید نهایت برجسته، اساتید صادق، زحمتکش، فردی که همیشه با سبقت و راستیشان دارای سابقه بسیار طولانی، سابقه بسیار طولانی در بین ورزشکارای جیسی، سرپرست فدراسیون به عهده گرفتن از طرف تشکیلات و از طرف بسیار خوب برد اجرایی افتخار بخشیدن استاد را به عنوان سرپرست انتخاب کردن. با دلیل که رئیس قبلی ما وقتشون پر شده بود و هم مشکلاتی که داشتن نمیتونستن در مدام امداد کار فدراسیون برسن و تشکیلات استاد را سرپرست انتخاب کرده، انشاءالله که انتخابات پیش رو برنامه های خوبی را خواهیم داشت. حتما انشاءالله، حتما. و ای کاش که شایستگان این گونه پیش بیان و در رؤوس همه برنامه ها قرار بگیرن. باز تمرین و ورزش هم میکنین جناب رحیمی صاحب یا فقط مدیریت دست شماست؟ نه بله، دفته سه روز تمرین هم دارم. خب همراه شاگردان خود تمرین جوره دارم، چون به خاطر از اینکه همین شاگردان ما را ببینه که در این سن سال بله بله این زحمت میکشه
او تشویق میشه وقتی که تشویق کشه او زیاد تلاش میکنه او چون در این فدراسیون ما یک کمه که شاگردان در این تولاد که آمد شاگردان ناامید شده ناامید شد بعضی کشورهای خارج هم دیگه همی برد فدراسیون جمع شده دیگه همی پیسله شد که تا یک مدت تا که انتخابات میشه خودت خدمتگار همی فدراسیون باش دیگه ما امور امی بار گرنگ ما با عده خود قبول کردیم چون به خاطر از یک فیصله بسیار مهم است که یک بار گرنگ به شانه بالا میکنی یک مسئولیت کلان است به خاطر از اینکه تنها از یک ولایت نیست از تمام افغانستان است این یک مسئولیت کلان است که از بچه‌های فرزندان مردم با عده تو است او را به یک جا باید برسانیم او را باید یک قهرمان ملی بسازم. بله بله بسیار تشکر دارم آقای رحیم صاحب. آرزوی بسیار ان شاءالله که موفق باشین. تشکر زنده باشین. ما شاید از این باشیم که خبرهای خوش از آدرس شما بشنویم. بخیر. مسابقات خاصم پیش رو تنظیم شده. ما دمی برنامه‌ریزی دمی هستین که در پیش رو ما برنامه مسابقات دارم. مسابقات تیم ملی دارم چون که تیم ملی قبلی ما کی بوده؟ تیت پاشان شده. بله بله. تیت پاشان شده. آل پدل خدا امارت اسلامی دمی تپ تلاش هستا. که همی ورزشکاران همی مکمل ورزشکاران تشویق کنه شناسایی کنه بسیار تپ تلاش دمی میکنه که اینمی ورزشکاران در جهان نشان بده که ما شوق ورزش دارم مثال یک وقتی بود که تبلیغات به جای میشد آل پدل خدا تا که همی تولات نو آمده امایش زیاد میکنه پشت برنامهش زیاد جدی گرفته که شاگردا واقعیت همین ستارهای مهم مهم جمع کنه تشویق شوه دلای بعضی ورزشکاران بعضی قهرمانان که شکسته بود که واقعا چی حال شد چی نشوه حال یا پس یک امید برشان پیدا شده که بر به وطن بگرده انشالله به مسابقات پیشرو که ما دارم اشتراک بکنم و قهرمان ها پس در دامن وطن جمع در دامن وطن جمع شد موفق باشین انشاءالله خیلی خوشحال شدیم ایدریس هم گفتنی خاص داشته باشین برای قهرمان ها که آمادگی بگیرن برای مسابقات و همچنان در خدمت پیام ها و راهنمود های بسیار حیاتی آقای رحیمی و سایر مسئولین باشن انشاءالله تشکر جناب ناظر صاحب گفت ما آخرم نیست که فقط مسابقات انتخابی ولایت کابل و تیم ملی جوجیتسو در راه هستم تمام ورزشکاران ما باید مثل قبلان گفتم همیشه امیدوار باشن و آماده باشن زحمت بکشن زحمت به جا نمیمانن و قهرمانایی که بعد از شما صحبت میکنه جمع شما کیا هستن اگر معرفی داشته دو تا قهرمانای ما بعد از ما در اینجا که خود حضور پیدا کردن حسین بخش غلامی خاوری هستن که یک از قهرمانایی که در دو سازمان مسابقات آخر مقام گرفتن و افتخار بخشیدن و میوند رحیمی هستن یک از ورزشکارای نامدار موفق فدراسیون هستند. بسیار خوب. استاد گفتنی شما چی از پیام شما برای مردم افغانستان برای قهرمانان به عنوان مسئول فدراسیون جودو افغانستان؟ پیام ما به مردم افغانستان نمی است که گرد یک میز جمع شوه دیگه پشت تفرقه نفاق نگرده دیگه همی وطن خود جور آباد بسازه که نظر به کشورهایی که ما میبینم برای ما جای تاسف است که نمیجا در وطن ما بعضی مردم ها بعضی بیادرهای ما هسته که به خاطر منافع شخصی خود صد خانه را ویران میکنه یک خانه خود جور میکنه چون بیای همه صدای ما را هر برادر ما که میشنه چون پشتون است تاجک است هزاره است هر اقمانه که هسته بیاین در گرد یک میز در وطن ما خدمت کنه او وقتی که مثال در تبلیغات به جای تیر میکنه بیا امیر در خدمت وطن تیر کنه بسیار عالی تشکر موفق باشین انشاءالله سلامت باشین امیدوار هستم که بازم در برنامه های بعدی در سالهای خود با ما شریک کنیم ما انشاءالله موفق میشین انشاءالله تا این دم بخیر دیدم خواهد کردیم این برنامه خیلی کوتاه دوباره قهرمان های دیگه اینجا حضور خواهد یافت محمد حسین خاوری یا مشهور به حسین بخش که دوستا برش میگن و همه قسم آقای میوند رحیمی دو قهرمانی که در بخش اخیر ما صحبت میکنن وقتی ابروی شما بخیر و خسته این همه قهرمانی ها نباشین مدال ها و تقدیم نامه های بسیار زیاد کس فردی شما را حسین بخش بدون دوست دارین یا محمد حسین خاوری عد شما خوش دارید دی ما حسین بخش خوش داریم خب بفرمایی سبب من نام خداوند بخشاینده و مهربان
محمد حسین خواجه هستم، یک از ورزشکاران رشته جوجیتسو در تحت نظر استاد محمد اکبر حیدری، رئیس فدراسیون جوجیتسو کابل و بنیادگذار شماره 3 طلای پیروزی. چرا شما رو حسین بخش صد میگن؟ مسافریش خب من نمیگم، ولی خب بخش منظورم قهرمان است دیگه. چون مسابقه هایی که میبرم دوستایم تشویق میکنه به حسین بخش، چون که الگوی شما شد الگوی حسین بخش و یک کم این قیافتا هم سلام یک رمین حسین بخش شما خوش آوری. به نام خدا هم شزده باشی. به نام خداوند یکتا اسم مهوند رحیمی، یک از ورزشکاران جوجیتسو تحت نظر استاد سید رحمان هستم که مدت زیاد وقت میشه که تحت نظرش هستم. بسیار خوب. و از مدال ها شروع میکنیم، مدال هایی که آقای خاوری یا حسین بخش بعدی ساوردن. فکر مهمترین ها همین نوال ها اینا باید باشن، درست است؟ بسیار خوب. معرفی کنین که چند مسابقه باشن تا هنوز به در چه مسابقات شرکت کردین؟ تعداد ده مسابقه دادیم که در نوتایو مقام اول را گرفتیم و در یکی دیگری آن مقام دوم را. از اون مهارت های حسین بخش سفری استفاده میکنیم. سر نفر از زیر قل مقام میکنیم دیگه. باز مجبور میشه که تفاوت کنن. مهم ها اینا هستن؟ نه. همه ایشان مهم است. در واقع زحمت کشیدن. این مسابقه که در سازمان چیفسی برگزار شده بود مقام اول را گرفتیم و مسابقه دیگه ایم که در سازمان جهانی آریا رزم برگزار شده بود هم توانست مقام اول را بگیرم. ماشاءالله. مسابقه ایم که در سبک نیوازای جوجیتسو برگزار شده بود توانست مقام اول را بگیرم و همین در جام امارت که برگزار شده بود مقام اول را کسب کردم. از دستاورد های جدید است نیکنن؟ ماشاءالله خیلی خوب. و میریم این مربوط کدام شما میشه؟ از شما خیلی خوب. اول میره اگر معرفی کنیم که چی هست؟ این بازوبند است که در جام امارت ای را کشف کردم که مسابقه در قفس داشتیم که در مسابقه قفس جام اول. خیلی خوب، بسیار خوب. مدال های شما هم بسیار زیاد است ماشاءالله. مدال هایی که یک جوان زحمت کشیدن اینا رو بعدی سوردن انشاءالله که همکارات بگید اگه تصویرشون لطف کنیم در مورد مدال هایی که صحبت کنیم. یارد 17 مسابقه 12 تاش برد است 5 تاش باخت. باختار هم آوردیم مدال هایشان. خیر، بسیار خوب. 12 تا برد هم کار کمی نیست، بسیار تلاش میکنیم. چند سال میشه شما دیرشت ورزش میکنیم؟ 7 سال میشه. از خوردی شروع کرده بودید؟ بله. بسیار خوب. با تقدیر نامه‌شون امسال منظم در یک جا جمع شده که من به خاطر ضیقی وقت فقط چند تایش نشان میدم به دوستا. در مورد اینا صحبت کنید. نوای رحیمی ایرا در وقت جمهوریت که به دست آورد مقام اول را کسب کردیم و ایران در وقت جمهوریت حکم قهرمانی است که در مقام اول است. در رشته جوجیتسو بود درست؟ رشته جوجیتسو بود. یام در جمهوریت و قهرمانان در مسابقه قهرمانان که اشتراک کرده بودیم مقام اول رو بودیم. میشه شما از رمز موفقیت خود بگوین که این همه تقدیرنامه و مدال ها رو به دست آوردین، چی باعث شد که موفق شوین ماشاءالله و بر افغانستان عزت بیاورین؟ اول استاد رحیمی که بسیار کوشش هم رای ما کرد و زحمت زیاد کشید که من در اینجا و جادگاه برسم مقام اول رو کشف کنم و امران بسیار کوشش کرد. استاد بسیار نقش داره، تلاش خود شما هم. شما آقای خاوری چه باعث شد که موفق شدید بیشتر؟ یک تلاش های استادم بود و همکارایم که در مجتمع همراهیم همکاری میکردن و تلاش خودم با تمرینات سخت توانستم که در مسابقات پیروسیم. استاد منظور شما آقای حیدری است؟ استاد محمد اکبر حیدری. بسیار عالی، بسیار خب. در اخیر گفتنی داشته باشین، از آرزوهایتان بگوین بسیار کوتاه برای ما در بخش ورزش. آرزوی من است که یک روزی بیرون از مرز افغانستان برم مسابقه بدیم و برنده شوم و پیام به مردم می است که همیشه امیدوار باشد. در پس هر ناامیدی یک امیدی است. امیدی هست. بله، بسیار عالی. آقای رحیمی صاحب در اخیر از شما بشنم. از که از بیرون از افغانستان میخوام مسابقه کنم و قهرمان ملی افغانستان شوم و خدمت به کشور افغانستان کنم. تاسو په پښتو مکوای؟ پښتو وای.
زغارم در افغانستان بیرون مسابقه وکم او قهرمان شم او در افغانستان قهرمان مساب شم او غوارم چه نور هم مسابقه وکم او چه در افغانستان در خپل در کشور نوم لوار کم